اسماعیل خویی شاعر نامدار ایرانی درگذشت، شاعری که چندین نسل از ایرانیان با شعرهای او خاطره داشتند. او که از مؤسسان کانون نویسندگان ایرانه، در هر دو حکومت قبلی و فعلی ایران مغضوب بود و از اوایل دهه 60 خورشیدی در لندن زندگی می‌کرد. خویی در کنار احمد شاملو، خسروگل سرخی و برخی دیگر از شاعران چپگرا به شعر انقلابی پروبال دادند. او همچنین از نخستین کسانی بود که فتوای خمینی علیه سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیت شیطانی، رو به شدت محکوم کرد. از او ده‌ها مجموعه شعر چاپ شده که بیشترشون رو در تبعید و اینجا در لندن سروده. حسین رادور زنگنه، پژوهشگر علوم انسانی از لندن، رادور زنگنه ببخشید، پژوهشگر علوم انسانی از لندن با مساق رادور زنگنه. میدونم که شما تحقیقات زیادی در مورد کارهای او کردید، مستندی در حال ساخت هستید درباره او. چه ویژگی داشته آقای خویی؟ من هم سلام عرض میکنم و عرض تحسین دارم خدمت شما، همه فارسی زبانان، به خصوص سبای عزیز همراه همیشگی پدر و یادگار اسماعیل خویی. صحبت کردن در مورد آقای دکتر خویی در مدت کوتاه بسیار دشواره. ترجیح میدم صحبت تخصصی در مورد آثار و آرایشون رو به کارشناسان بسپارم و تجربه خودم رو در دو سال گذشته با شما به اشتراک بذارم. من در دو سال گذشته بختیار بودم که به صورت مدام با دکتر اسماعیل خویی در ارتباط باشم و به عنوان یک دانش آموز بی‌نهایت ازشون آموختم، چه در حوزه فلسفه و شعر و چه از بینش عمیقشون درباره زندگی، انسان و هستی. در واقع این شانس رو داشتم که با خودشون و آثارشون زندگی کنم. ضمناً در این دو سال اجازه داشتم که آرایشگر سیمای ایشون باشم و نتونستم عمل بکنم که اصلاح سر و صورتشون در این دو هفته پیش رو بود که اجل مهلت نداد. اسماعیل خویی توجه ویژه‌ای به جوانان داشت. شاید یکی از مسائلی که من خیلی در این دو سال دیدم این بود، منزلشون همیشه محفل جوانا بود، شعر میخوندن، نقد میکردن، نقد میشدن و به همه فرصت میداد و متواضعانه میگفتن که من از جوانها آنچه رو که در این 80 سال نتونستم پیدا بکنم یا بفهمم میآموزم. به هر حال ایشون، اسماعیل خویی، آزاده بود، آزاده زیست و خاطرم هست زمانهایی که دل سرد می شدم و من که نصف عمر ایشونو داشتم امید می داد که بینم ادامه بدم، امید داشتم، امیدوارم که قدرشون بیشتر دونسته بشه، تحقیق بشه راجبشون و آنچنان که شایستشون هست گرامی داشته بشن. حسین رادور زنگنه، پژوهشگر علوم انسانی از لندن، ممنونم از شما. ای مردم ما را به جز اندیشه و دانش، بیرون شدی از مهلکی دام شما نه. بس مدرسه هر سوی به سر تا سر ایران وابا، ولی مکتب اوهام شما نه. وادا که به بازار جهان دکه هر دین واماند و دکانک اسنام شما نه. ای تا به سیاست کسی اعدام نگردد، تدبیر سیاسی به جز اعدام شما نه. از بخشش خصمان خدا خواهم از خلق، نام همشان میبرم و نام شما نه. همکارم صادق سبا هم اینجا در استودیو همراه ماست. آقای سبا، شما با او دوست هم بودید. بله. شعر او به شدت متاثر هست از سیاست، به خصوص بعد از انقلاب. چطور دیدید شعر او رو؟ اسماعیل خویی من فکر کنم فرزند زمانه خودش بود. با تحولاتی که در ایران پیش می‌رفت، او هم به همراهش پیش می‌رفت. در قبل از انقلاب بسیار شعرهای فلسفی عمیق می‌گفت، به هر حال دانش آموخته فلسفه بود در همین لندن و فلسفه رو وارد شعر فارسی کرد. ابتدا به شعر کهن علاقمند بود، کمتر شاعر نو شد، ولی به خصوص در 20 سال اخیر با توجه به وضعیتی که در ایران حاکم بود، او شعر تبدیل کرده بود به ابزاری برای مبارزه با جمهوری اسلامی، برای واکاوی پلشتی‌های این رژیم و مقابله با اون. و از این جهت واقعاً شعرهای آفریده که من فکر کنم بخش مهمی از ادبیات هزار ساله‌ای که ما داریم، این هم بخش مهمی از یادگارهای این زمانه خواهد بود. در این حال بسیاری شعرهای عاشقانه داره، شخصیت برجسته‌ای بود، بسیار شجاع بود. اسماعیل خویی اشاره شد، فکر کنم شما گفتید، یکی از اولین کسانی بود که از سلمان رشدی حمایت کرد و بعدش هم از
چپ ایران و از گذشته خودش انتقاد کرد. من فقط میخوام یه نمونه از شعراشو بخونم برای شما، امیدوارم وقت داشته باشم، که میگه آنچه من میبینم ماندن دریاست، رستن و از نو رستن باغ است، کشش شب به سوی روز است، گذرا بودن موج و گل و شبنم نیست، گرچه ما میگذریم راه میماند، غم نیست. ممنونم از شما.